میدونم غذاهای عجیب غریب تو زندگیتون خیلی خوردید، اما این گل سرسبدشونه. آلیس در سرزمین عجایب رو یادتونه؟ اینو دقیقا از همون جا آوردم و درستش کردم. بهتون یاد میدم مغز استخون رو چجوری تخلیهش بکنید و یه گوشت گوسفندی رو داخل استخون بپزید و حالش رو ببرید. بهترین و خوشمزه ترین مزه عرق خوری دنیا رو میخوام بهتون یاد بدم. بزنید لایک و به افتخار خودتون و فیلم رو ببینیم. خوش اومدید رفقا به کانال خودتون. این استخونا رو میبینی؟ این استخون گاوه، برش خوردهش و قیمتش هم اینجاست. خریدم 6 دلار و وزنش هم 1 کیلو و 108 گرم. دو تا دونه از اینا نیاز داریم بذارمش کنار که یکیش هم اینجا گذاشتم. اولین کاری که میکنیم با یه چاقو سرکج، اگر هم نداشتید با چاقو معمولی، میایم سراغ مغز استخون. ببینید اینجوری حالت میری تو قسمت هایی که حرکت میکنه درش میاریم. بعد میایم از قسمت بالا، سعی کنید که زیاد به کناره ها نخورید که خورد استخون داخلش نداشته باشه، و اینو به این شکل درش میاریم بیرون. نگاه کنید، دوباره برش هایی میزنیم از دو طرف و بفرمایید. این جواهره ها، اینو دور رندازینا، اینو نگرش میداریم همین کنار. اینم به این شکل اینجوریش میکنیم. حالا چیز بعدی که نیاز داریم چیه؟ اینم فیله کامل گوسفندی که بیخستش کردم، و شما از هر گوشتی میتونید استفاده کنید ولی گوشت نرم باشه خیلی بهتره. من گوشت فیله استفاده کردم، البته فیله استرالیا با کشورها دیگه فرق میکنه، خیلی درشته. اینه از این. اینم تو زعفرون خوابوندمش، به مدت 4 ساعت مونده. حالا بریم برای ادویه سازیش تا یه غذای خوشمزه و مشتی و باحال بهتون آموزش بدم. پودر سیر شروع میکنم. این پودر سیر چون میخوام ادویه بسازم، همه میریزم این تو این پودر دیگه. رازیانه پودر سیر یه قاشق چای خوری، رازیانه برای یه دونه راسته یه قاشق، و قاشق چای خوری فلفل قرمز یه قاشق. تنده این غذا. رزماری اینم تقریبا به اندازه یه قاشق، بیشترم نزنید. و میام سراغ نمک، اینم از نمک یه قاشق و نیم، بازم بستگی به خودتون داره که چقدر میخواید شور بخورینش. اینی هم که اینجا میبینید ماستر سیده، میتونید از همه جا تهیه کنید ولی زیاد نریزید. همین نگاه کنید، این نصف قاشق هم نمیشه، میبینید؟ اما یه طعمی به گوشتتون میده و بوی زحمشو میگیره، خیلی نقش به سزایی بازی میکنه. و اینم که آوردم، عربا زیاد استفاده میکنن سیجه، و فارسیش هم میشه ادویه مریم گلی. اینم یه قاشق بهش اضافه میکنیم، و همینطور چند تا دونه کوچیکم نمک سنگی، نمک دریایی بهش میریزم که کمک کنه به آسیاب شدن اینا کوچولو. اینم سیاه دانه است، سیاه دانه هم نصف قاشق چایخوری هم سیاه دانه اضافه میکنیم. و قسمت آخر دیگه اینم از فلفل سیاهمون، اینم یه قاشق فلفل سیاه کرش شده داریم. این از این. ببینید اینا رو که با هم ترکیب کنید، این چرا میره این رو اینجا نگاه کنید، اینو دارم میذارم اینجا، ما ایرونی ها اینجوری والا خوبه، میدنی هم کار میکنه. این از این. اینو یه کوچولو فقط آسیابش میکنم، نگاه کنید. 1 2 نگاه کنید اینجوری شد، میبینید؟ خب این از این. دیگه میریم سراغ مرحله بعد. چاست که میگه باغ دابات انگوری، دینامیت دارم براتون درست میکنم. اینو فقط وسط هفته نخوری، بذاری شب جمعه بخوری دانشو برید. یه پینچم از این ادویه مخصوص که درست کردیم میریزیم توی مغز استخونمون. این میره کنار. اینو آخر سر بهتون میگم باهاش چی کار داریم. اینم که اینجاست با کسی کاری نداره. خب مرحله بعدی کاری که میکنم، تمام ادویه‌مونو ببینم چقدره، من چشمی کار میکنم، میریزم روی این و شروع میکنم به ماساژ دادن. کاملا ماساژش میدم مرحله به مرحله و دوباره ادویه رو بهش اضافه میکنم. ببینید گوشت مرینیت شده رو ببینید به چه شکلی در اومد، آدم کیف کنه نگاش میکنه. اینو میذاریم اینجا. حالا میایم برای پختنش، اینی که مغزشو در نیاوردیم میذاریم اینجا، و اینم میذاریم اینجا. خب اینم میاد روی تاپش قرار میگیره. حالا با
این نخی که اینجا دارم اینو شروع میکنم به بستن. حالا برای اینکه وقت فیلم گرفته نشه میبندم و بهتون آخرین فیلمیه نشون. که تو این خونه گرفتم، داریم اساس کشی میکنیم از اینجا و داریم میریم خونه جدید، حتما فیلمای خوبی اونجا براتون میگیرم. بهتون تایم نمیدم، راسته ها سایزهای مختلفی داره، ممکن برای شما کوچیک باشه، بزرگ باشه، متفاوته، ولی دائما باید چکش بکنید. از کناره های گوشت میتونید آروم یه فشار بدید و متوجه میشید که چه مرینه ایه، متوجه میشید که چقدر خوشمزه شده و پخته یا نپخته. این از این فر 180 درجه سانتیگراد. دما هم گردشی، دائما هوا گردش کنه، هم بالا و پایین یه اندازه بپزه، ولی خواهشن اوورکوکش نکنید. این قراره که نصف کوکش هم توی ظرف چدنی بشه، به خاطر همون یه حرارت که خورد ورش میده. اینم از این. حالا ابین استخون درش میارم، میریم تو کار مرحله بعد. خب اینو درستش بکنم، اینجا جداش بکنم و نیاز به رست داره، بذارید استراحت بکنه، بعد میریم مرحله بعدم میگم چیکار. اینم از این، اینا رو در میاریم و جداش میکنیم. این همین جوجیش هم خوردنیه، ولی ما نیاز داریم که روی این یه کمی حرارت ببین. این از اینی که حرارت دیده بود و اینم از اینی که حرارت ندیده. این میره روی گاز با حرارت خیلی ملایم و بعد میریم برای برش زدن راستم. اینم از این و برشارم اوریب میزنیم. این مرحله اصلی پخت. این الان بوی اون عطر استخون، اون چربی، اصلا بوی گوشت واقعی احساس میشه. حالا میره تو اون مواد، یه حرارت که میبینه، هر اندازه که پخته شد دوست دارید از تو ظرفتون در میارید، چون این چدنی ها حرارت رو نگه میداره، بیشتر بمونه ولدام میشه. اگه کمتر بمونه مدیوم، تو ولدام پرفکت، خوشمزه است و نرمه و آبش هم گوشت دست نمیده. حالا اینا رو برش میزنم و میریم سراغ مرحله بعد. اینا روغن انداخت و زیادم گیر ندید که غذامون اینجوریه و اینجوریه. این از این و اینم قسمت دوم. البته این برای سه نفره این سرو، اینم میاد کنارش. خب یه تیکشم من امتحان میکنم به عشق خودتون. ببین این اینجوری برد، بذار بمیرم با، بذار بمیرم و یه تیکم از این به این شکل میذاریم روی این. نونم کو؟ آها ببین اینم میاد روی این، نگاه کن، اینم میاد اینجا. من یه تیکه بخورم نظرم بهتون میگم. نون لواشم نداشتم. لقمه های گنده ای میزنم، نذار اینو بخورم. الان بعضی ها میگه آقا استگینه، سیک نیستش، این اصلا یه چیز متفاوته. الان میگم با نون میخوره اینا، ولی با نون باید خوردش. آقا هر وقت دوست داشتید میتونید ورش دارید، ولی این حرارت داره، میمونه همینطور داغ میمونه، تیکه تیکه میتونید سرو کنید و میل کنید. خیلی خوشمزه است، چون چربم هست. ببینید مشروب وقتی میخوری دید بعضی حالشون بد میشه، چون هی معده قبول نمیکنه، اکسپتش نمیکنه، هی پس میزنه بالا، ولی چرب که بشه میگن کره خوری، به این میگن یاد بگیرید. میاد بالا لیز میخوره، چون چربی خوردی دیگه، لیز میخوره دیگه، کله ملق میره پایالشه، ولی میرو هوا، هی میزنی هی میرو هوا، هیچی هم بالا نمیاری، ولی مراقب باشید بیهوش نشید. آقا دمتون گرم، دوستتون دارم، هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. این یه دونه هم اینجا رو بگیرانی، ببینید این دیگه ولدان شد، میبینید اینم به عشق خودتون میزنم. دمتون گرم، خدا رو نگهدارتون.